سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. بایر مونیخ، آرسنال و منچستر سیتی در دیدارهای دوستانه خود پیروز شدند، اما چلسی در ضربات پنالتی شکست خورد. کاپیتان ریال مادید بعد از بازگشت به تمرین این تیم تاکید کرد که در فصل پیش رو با انگیزه بالا به دنبال کسب جام‌های جدید است. برونو فرناندز میگوید منچستر یونایتد باید به تصمیم کریستیانو رونالدو احترام بگذارد. خورخه ماس، رئیس باشگاه فوتبال انتر میامی، تایید کرد که او و دیوید بکام، مالک دیگر باشگاه، قصد دارند تا میسی را جذب تیمشان نمایند و بر انجام این کار بسیار خوشبین هستند. تیم‌های بزرگ فوتبال جهان در فاصله حدود دو هفته مانده به آغاز فصل در اکثر نقاط جهان در حال برگزاری مسابقات دوستانه و البته سنجش شرایط بازیکنان خود برای شروع درخشان در لیگ‌های کشور خود هستند. بایر مونیخ موفق شد در اولین دیدار دوستانه خود 6-2 دی سی یونایتد را مغلوب کند. سادیو مانه در دقیقه 5 موفق به گلزنی شد و مارسل سابیتس 7 دقیقه بعد برتری بایر مونیخ را دو برابر کرد. سرج گنابری که اخیراً قراردادش را تمدید کرده در اواخر نیمه اول موفق به گلزنی شد و ماتیاس دلیخت خرید جدید بایر مونیخ در دقیقه 47 گل چهارم بایر مونیخ را به ثمر رساند. زیرگزی در دقیقه 51 موفق به زدن گل پنجم شد و لیلند دقایق بعد یکی از گل‌های خورده دی سی یونایتد را چپان کرد. دی پیرتو در دقیقه 82 نتیجه بازی را 5-2 کرد و توماس مولر در ثانیه‌های پایانی موفق به زدن گل ششم بایر مونیخ شد تا این پیروزی پرگل تکمیل شود. اما منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر نیز با نتیجه 2-1 از کلاب آمریکا گذشت. کوین دی بروین ستاره بلژیمی سیتی در دقیقه 30 گل اول تیمش را وارد دروازه حریف کرد اما مارتین در دقیقه 43 کار را به تساوی کشاند. در ثانیه‌های پایانی نیمه اول دی بروین روی پاس ریاض محرز موفق به زدن گل دوم شد و در نهایت سیتی با همین نتیجه به برتری دست یافت. اما آرسنال که در فصل تابستان خود را به خوبی تقویت کرده 3-1 اورلان سیتی را شکست داد. تیم مایکل آرتتا در دقیقه 5 توسط گابریل مارتینلی به گل رسید و در دقیقه 29 فران توریس موفق به زدن گل تساوی شد. توپچی‌ها در نیمه دوم دو بار توسط ایدین کیتیا و نیلسون به گل رسیدند و موفق شدند در این دیدار با نتیجه 3-1 به برتری دست یابند. اما چلسی تنها بازنده بزرگ بامداد دیروز لقب گرفت. این تیم با گل دقیقه 30 کریستیان پولیسیچ از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه 92 ریوس کار را به تساوی کشاند و در نهایت بازی با ضربات پنالتی کشیده شد. هر 5 پنالتی شارلوت تبدیل به گل شد و ضربات کای هاورتز، بنچلول و رحیم نیز وارد دروازه شد اما پنالتی گلگر از دست رفت و در نهایت چلسی در این دیدار شکست خورد. پاریس سن ژرمن در بازی دوستانه خود در تور ژاپن به مصاف کاوازاکی فورنتال رفت و توانست با نتیجه 2-1 به پیروزی برسد تا بعد این ترتیب شاگردان گالتیه در یکی دیگر از بازی‌های دوستانه خود به پیروزی برسد. در این بازی میسی موفق شد گل اول پی جی را در دقیقه 32 روی پاس اشرف حکیمی به ثمر برساند و بعد این ترتیب پی جی را پیش بیاندازد. یک صحنه جالبه که پس از گلزنی میسی اتفاق افتاد مربوط به لحظه‌ای بود که میسی در آغوش سرخی راموز قرار گرفت. در واقع راموز به سمت میسی رفت و دستهای خود را روی شانه میسی انداخت و میسی هم دستش را دور کمر راموز قرار داد و بعد این ترتیب آنها مثل دو دوست صمیمی با هم همقدم شدند. روزگاری بود که صحنه اینچنینی را هیچ کس باور نمی‌کرد. همان روزهایی که میسی در بارسا حضور داشت و سرخی راموز در ریال مادرید بود. درست است که میسی و راموس یک سال در پی اس جی هم تیمی بودند اما هنوز هم دیدن این صحنه ها در نوع خود عجیب است. راموس در این بازی 62 دقیقه درون میدان بود و پس از آن تعویض شد. میسی هم 62 دقیقه در این بازی حضور داشت. بنقاز المندو کریم بنزما فصل بسیار خوب را با ریال مادرید پشت سر گذاشت. این مهاجم فرانسوی هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم در رقابت های لالیگا عنوان آقای گلی را به دست آورد تا بیشترین سهم را در قهرمانی کهکشانی ها در این دو جام داشته باشد. بنزما به خاطر فصل پرفشاری که تجربه کرد دیرتر از دیگر بازیکنان ریال مادید به تمرین بازگشت. او راهی آمریکا شد و با استقبال خوب کادر فنی و همتیمی هایش مواجه شد. او گفت تعطیلات بسیار خوب داشتم و به خوبی استراحت کردم. من هر روز تمرین میکردم تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنم. البته به خوبی هم استراحت کردم تا از همه نظر آماده باشم. هر جایی که رفتم هواداران ریال مادید به من لطف داشتند. آنها همانند من بسیار خوشحال بودند. بنزما درباره بازگشت به تمرینات ریال مادید گفت: هم تیمی هایم با استقبال بسیار خوبشان من را غافلگیر کردند و واقعا خوشحال هستم. احساس میکنم در وضعیت بسیار خوب هستم. از دیدن دوباره هم تیمی هایم خوشحال شدم. انگیزه زیاد برای فصل جدید داریم. من هنوز تشنه جام هستم و میخواهم در فصل پیشرو در هر رقابت برای قهرمانی و کسب جام به میدان برویم. مهمترین چیز برای ریال مادید کسب جام است و ما برای این هدف به میدان میرویم. فرناندز از زمان کرونادو از طور پیشفصل باشگاه به دلایل خانوادگی کنار کشید با این بازیکن پرتغالی در تماس بوده است. کریستیانو رونالدو میخواهد از تیم خارج شود و جایی بازی کند که بتواند در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد اما هنوز پیشنهاد را که میخواهد دریافت نکرده است. فرناندز گفت: من نمیخواهم در این موضوع دخالت کنم. واضح است که باید به تصمیم همه احترام بگذاریم. من نمیدانم کریستیانو به باشگاه و به سرمربی چی گفته است. نمیدانم چه چیزی در سر او میگذرد اما ما باید به فاصله که ایجاد کرده احترام بگذاریم. تنها چیزی که از کریستیانو پرسیدم این بود که آیا همه چیز در خانواده خوب است یا خیر. او هم به من گفت: نه، چی خبر است، همین، نه چیزی بیشتر. کریستیانو رونالدو در فصل گذشته با ثمر رساندن 24 گل بهترین گلزن یونایتد شده. لیگ تن هاگ سرمربی جدید تیم میخواهد او بماند. فرناندز گفت: کریستیانو بهترین گلزن ما در فصل گذشته بود اما واضح است که این به عهده من نیز وظیفه باشگاه است که انتخاب کند و کریستیانو هم انتخاب خودش را دارد. همانطور که گفتم نمیدانم چی در سر دارد.
تن هاگ این هفته گفت که نمیداند رونالدو چه زمان به تیم ملحق میشود، اما اگر بماند همه چیز را حول محور او در تیم خواهد ساخت. نشریه اسپانیایی آیس چند روز پیش با انتشار گزارش مدعی شده بود جرج مندز مدیر برنامه‌های کریستیانو رونالدو با دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید صحبت و او را متقاعد کرده است که برای بازگرداندن رونالدو به مادرید و خرید این بازیکن اقدام کند. حالا برنامه ایل پارتیداسو و شبکه رادیویی کوپی خبر می‌دهد که جرج مندز به تازگی با گیل مارین مدیر اجرایی باشگاه اتلتیکو مادرید ملاقات داشته است و به او گفته که این فوق ستاره پرتغالی می‌خواهد فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و حاضر است با رقم متوسط به اتلتیکو مادرید ملحق شود، اما مارین پیشنهاد مندز را رد کرده است. کریستیانو رونالدو 37 ساله که گفته می‌شود به دنبال جدایی از منچستر یونایتد در این تابستان است و جرج مندز هم سخت در پی یافتن تیم برای این فوق ستاره پرتغالی به منظور بازی در لیگ قهرمانان اروپا است. پیش از این باشگاه های بایر مونیخ و چلسی هم اعلام کرده بودند تمایل به جذب کاپیتان تیم ملی پرتغال ندارند. رونالدو اخیراً پیشنهاد 250 میلیون دلاری یک باشگاه عربستانی را رد کرده بود. مهاجم پیشین تیم های ریال مادرید و یوونتوس که یک فصل دیگر با منچستر یونایتد قرارداد دارد تابستان گذشته پس از 12 سال با منچستر یونایتد بازگشت. او فصل گذشته آمار 24 گل زده در 39 بازی را از خود بر جای گذاشت. مسی در حال سپری کردن دومین فصل حضورش در پاریس سن ژرمن جایی که او یک فصل را تا حدود ضعیف سپری کرد. مسی به تازگی 35 ساله شده ولی ماس همچنان معتقد است که بهترین بازیکن روی زمین است و امیدوار است بتواند روز او را متقاعد کند که به این تیم ملحق شود. وقتی از ماس در مورد آوردن مسی به باشگاه پرسیده شد وای گفت خب ببینید دیوید بکام و من هر دو آرزو داریم بهترین بازیکنان جهان را به میامی بیاوریم، نه تنها به خاطر پروژه‌ای که در حال ایجاد آن هستیم. ما میخواهیم نقطه مرجع فوتبال در ایالات متحده باشیم، اما وقتی در مورد بهترین بازیکنان جهان صحبت میکنید لیو به وضوح بهترین بازیکن روی کره زمین است. امیدوارم شرایط برای حضور او در آنجا فراهم شود و روزی با پیرهن اینتر میامی ایالات متحده بازی کند. ما آرزوی آن را داریم. هیچ چیز تضمین شده ای نداریم، توافق وجود ندارد، اما من مرد بسیار خوشبین هستم، امیدوارم در آینده میسی بتواند بخش از پروژه ما باشد. او اضافه کرد کاتالان های زیاده در اینجا حضور دارند. جاوی آسنسی، ویکتور اولیویر که با تازگی از بارسا به اینجا آمدند تا موضوعات را برای آینده مطرح کنند. ما میخواهیم یک استادیوم جدید بسازیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.